قاسم سلام. سلام سلام آمین، خوبی؟ سلام. هست بله صدات هست. خسته نباشی آقا. نمیدونم که تو میشه یه صحبتی اول خواستم بگم. توی لایف شد بعضی بچه ها ناراحت میشن که بهشون تذکر میدیم که جای دیگه قرار نذارن. خواستم بگم واسه من فرقی نمیکنه، من به حتی سامانم که جز ورزای چیز هست گروه هستم تذکر دادم، به آقا مجیدم تذکر دادم، هر کی باشه فرق نمیکنه. کسی بخواد جای دیگه قرار بذاره، دیسکورد فارسی هست، جمهوری خدای میتونن برن صحبت کنن، ولی کلا جای دیگه قرار نذارن. قانونم قانونه، هیچ فرقی نداره اصلا. به آرمینم تذکر میدم اگه بخواد کسی تو اینستاگرام قرار بذاره. بعد یه مسئله ای، یه بار توی که برنامه‌ات گفته بودی که کانال انگلیسی بود یا کانال خودت بود، گفته بودی که خطرناک‌ترین دین دین مسیحیته. الان گفتی اسلامه. نه گفتم بر اساس بستگی داره به این که بداریم روی کتاباشو الان هم گوش بکنیم. من گفتم که مسیحیت به خاطر اینکه ابرقدرت جهان تحت تاثیر مسیحیت هست، مقدار هزینه‌ای که میتونه برای کار زمین داشته باشه از بقیه بیشتره. خب ولی اگر الان هم گفتم، اون موقع هم گفتم کدوم کتاب، کدوم دین کتاباش بدترین، یعنی عقایدشون خطرناک‌ترین عقایده، اسلامه. می‌دونم چه، یعنی اگه ابرقدرت جهان الان یک کشور اسلامی بود، هزینه بسیار بیشتر از این می‌بود که ابرقدرت جهان یک کشور مسیحی باشه. خب ولی مسیحیت چون داره تاثیر میذاره روی کشوری که الان ابرقدرت جهان هست، این با اینکه مسیحیت به طور ذاتی دینی هست که هزینش از دین اسلام کمتره، ولی نتیجه این میشه که همون ضرر کمتری هم که داره روی یک کشوری داره تاثیر میذاره که تمام کره زمین بیشتر اینو احساس میکنه. خب مخصوصا وقتی که دین مسیحیت داره تاثیر میذاره روی سیاست‌های راستگرایانی که باعث میشه که فعالیت بر علیه تغییرات اقلیمی کمتر بشه. می‌دونیم از چه فعالیت‌های دفاع از محیط زیست بسیار کمتر هست تو آمریکا از اون چیزی که می‌بود اگه این مسیحی‌ها عقاید مسیحیشون، مسیحیتشون روی سیاستشون تأثیر نداشت. خب یه و سیاست‌های خارجی که آمریکا داره بسیار تحت تأثیر مسیحیانی هست که فکر می‌کنن باید اتفاقی بیفته تو اسرائیل که مسیح برگرده. خب و چون آمریکا یک کشوریه که هر کاری که میکنه تأثیری که میذاره رو همه کره زمین بیشتر هست نسبت به کشورهای دیگه، این باعث میشه که هزینه مسیحیت برای جهان الان بیشتر بشه. خب یعنی بستگی روش محاسبه داره. اگه ما انجیل رو بذاریم کنار قرآن و حدیث، اسلام به شدت دین خطرناکتریه، ولی اگه دینی که کمتر خطرناک هست رو بذاریم دست یه ابرقدرت و دینی که بیشتر خطرناک هست و بسیار بیشتر خطرناک هست و بذاریم دست یک کشوری که مثلا قدرتش بسیار کمتره، نتیجه هزینه اون دینه مثلا فرق بین کلاشنیکوف و بمب اتمه. خب یه کلاشنیکوف خطرناکتره یه بمب اتم. یه بمب اتم خیلی خطر، آدم بیشتر میتونه بکشه، درسته؟ ولی الان هزینه کدومی که از اینا الان تو جهان بیشتره؟ کدومش الان داره بیشتر آدم میکشه؟ تفنگ کلاشنیکوف تعداد آدمایی که داره ارمی کشه هر روز بسیار بیشتر هست از بمب اتم، با اینکه یک بمب اتم از یک کلاشنیکوف بسیار خطرناک‌تره. متوجه میشه قاسم جان؟ آره قبول دارم، در واقع یک معادله دو فاکتوریه دیگه. میشه در واقع دستورایی که دین میده میشه گفت مثلا ضرب در اون قدرتی که اون کشور داره. الان اگه مثلا به قول شما آمریکا اسلامی بود خیلی خطرناک میشد. بله.